به نام تو کردم ابتدا یا رب به فضل خیش رسانش به انتها بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و سلوات بر محمد و آل محمد و همچنین عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایک یک شما مؤمنان شما رهپویان راه سعادت آغاز می به وقت بیداری دیگر رو در وعدگاه چهارشنبه شب امیدوار هستیم در این فرصت توفیق و در این فرصت خدمت انشاءالله بتوانیم آنچه که عزیزان همکار ما آماده کردن به بهترین نفت تقدیم شما بزرگواران بکنیم زندگی هایتان سرشار از آرامش و موفقیت در سایه انایات الهی باشه انشاءالله چهارشنبه شب دیگر و افتخار دارم میزبان استاد ارجمند کارشناس معارف اسلامی جناب حاجقای رزوی باشیم استاد رضوی عزیز سلام علیکم شب شما بخیر و رحمت الله شب شما هم بخیر باشه بسیار خوشحال هستیم استاد امشبم هم بنده به میزبانی از به نمایندگی از بزرگواران میزبان شما هستیم و میتونیم در ادامه بحث هایی که بسیار هم مفید و کاربردی بوده و عزیزان استقبال کردن در خدمت شما باشیم و ظاهرا میخواهیم در ادامه بحث تشویق از شما امشب هم یاد بگیریم میخواین سلام علیکی داشته باشین با ازان بیننده و الله بحث شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ربنا اجعلنا من الراغبین الى جنابک و جوار قدسک عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز امیدوارم انشاءالله همه در پناه خدا نمتعال در صحت و سلامتی باشیم خدا خیرتون بیده استاد با توجه به مشغلهایی که دارین فرصت بالاخره برای برنامه خودتون اختصاص دادین ما امشبه میتونیم از شما استفاده ببریم بحث تشویق جلسه گذشته شما آغاز کردین و تا قسمت عمده از این بحث ما پیش آمدیم هرچند که ما تایم برنامه بسیار اندک است و شما سعی کردین بسیار روان و دقیق مباحث عنوان کنین خدا خیرتون بده سوالی دارم که شاید به این بهانه بتونیم یک مقدمه داشته باشیم و یک مروری داشته باشیم بر بحث های گذشته استاد شما فرمودید که ما تشویق مثبت داریم و تشویق منفی اگر یگان شخصی حالا در جامعه هایی که ما با آنها سرکار داریم جامعه دوستان جامعه خانواده جامعه همکاران حالا کار منفی انجام میده کاری که از نگاه دینی مثبت نیست ما ای آدم تشویق نمی کنیم. نهی هم از این کار نمی کنیم فقط سکوت می کنیم یک نوع بیتفاوتی تفاوتی در برابر انجام کار بنده خدا آیا ما در واقع ایشان تشویق نمی کنیم که ادامه به کاره کار یا نه هیچ تأثیری نداره بستگی داره به این که شرایط امر به معروف و نهی از منکر در اینجا موجود باشه یا موجود نباشه اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر موجود باشه خب ما اگر کوتاهی کنیم اینجا مسئولیت را ترک کردیم و وظیفه ای را ترک کردیم پس بنابراین سکوت کردن ما در برابر یک معروف ترک معروف یا انجام یک منکر میتونه خودش نحوه تشویق باشه برای استمرار و ادامه یک منکری یا ترک یا یک معروفی اما اگر شرایط امر معروف و نهی از منکر موجود نباشه اینجا وظیفه از گردن ما ساقط میشه یعنی چی ما سکوت کنیم یا کار را انجام بدیم اینجا ظاهرا حل از باشه یعنی مساوی هیچ فرقی نمیکنه چون شرایط امر معروف و نهی از منکر موجود نبوده لذا تشویق ها همونطور که عرض کردیم میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر موجود بود بستگی داره به اقتضاء مورد او مورد اگر ما تشویق کنیم تشویق مثبت باشه خب در مورد معروف ها باشه کار خوبی کردیم اما اگر مصادیق منکر باشه این سکوت کردن ما در حقیقت یک نوع تشویق به امر منفی و یک منکر از منکرات الهیه که حقیقتا ما آمدیم وظیفه را ترک کردیم پس بنابراین در پاسخ سوال شما باید اینطوری عرض کنیم که ما باید ببینیم اون موردی که ما سکوت میکنیم آیا از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و شرایطی که در امر به معروف و نهی از منکر موجود بوده هست که اگر هست خب نباید ما سکوت کنیم بالاخره تشویق کردن ما در حقیقت امضاء ترک یک معروف یا امضاء انجام یک منکر اما اگر شرایط موجود نبوده خود به خود وظیفه در قبال این عمل ساقط میشه از بین میره پس بنابراین ما اینجا وظیفه را ترک نکردیم وظیفه ما این بوده که ما ساکت باشیم در برابر این قضیه بسیار تشکر استاد شیوه های تشویق میخوایم با انشاءالله فرمایشات شما بررسی کنیم و انشالله یاد بگیریم شیوه های تشویق بسیار متفاوت میتونه باشه همانطور که ما در جلسه قبل عرض کردیم خود تشویق کردن یک تیف گسترده از اعمال ما را در بر میگیره چون تشویق کردن میتونه با کلام باشه میتونه در امور مادی باشه با امور مادی و انجام امور مادی یا امور معنوی باشه یا کلامی باشه رفتاری باشه یا عاطفی باشه همه اینها از گونه های شیوه های تشویق کردن دیگران به برنامه ها و کارهایی را که انجام مته هست و یکی از مصادیق ابزارها که بسیار هم مؤثر هست مسئله ابراز محبت ما با دیگرا ابراز محبت کنیم کار او را با محبت کردن تأییدش کنیم در موارد که این فعل از موارد معروفه حالا محبت میتونه درجات مختلفی داشته باشه یعنی مصادیق گسترده از موارد تشویق را محبت کردن و این ابزار کارآمد تشویق میتونه در بر بگیره چون بعضی موارد هست که محبت محبت سعودیه یعنی یک کسی بالا دست نسبت به یک کسی که پایین دست است اینجا در قبال عمل انجام شده او را تشویق میکنه مواردش خیلی زیاد میتونه باشه کارگر و کارفرما را شما در نظر بگیرید کارمند و بالاتر از کارمند را کسی که وظیفه داره مسئولیت کارمند را به عهده داشته باشه خب این موارد را شامل میشه مواردی که مثلا پدر نسبت به فرزند خودش محبت میکنه و او را تشویق میکنه در این موارد اگر کار انجام بشه و ما کسی را تشویق میکنیم در حقیقت یکی از درجات تشویق کردن را اینجا محبت انجام دادیم و این محبت ما بوده محبت سعودی و تشویق سعودی در بعض موارد برعکسشه یعنی این محبت کردن محبت نزولیه کسی که پایین دسته است نسبت به بالا دستش عمل او را مورد محبت قرار مته کار او را مورد محبت خودش قرار مته امکانش هست؟ بله فرزند نسبت به پدر خودش <applause> پدر آمده آدم معتادی بوده ترک کرده فرزند میه در قبال این عمل پدر را مورد تحسین قرار مته مورد تشویق قرار مته ابراز محبت میکنه پدر جان بسیار بسیار کار خوبی کردی خدا انشاالله با شما به بخیری انایت کنه چقدر شیرین است چقدر تشوی... شیرین است یا یک کارمند در برابر یک عمل معروف صاحب کار خودش را مورد تشویق قرار میده یعنی در واقع با ابراز محبت با ای ابزار کارآمد محبت وسیله تشویق کارفرما را فراهم میکنه میگه میکن خدا پدر شما رو رحمت کنه خدا انشالله شما رو بیامرزه انشالله آقوبت بخیر باشی با شوه های مختلف که خب حالا یا این ابراز محبت به توسط نگاه کردن یک نگاه محبت آمیز طرفی مثلا فرض کن پدرت نکنی یه تشویق بکنی به ادامه کار خوبی که انجام داده یا با واژگانه مثلا شما یک لفظی را به کار میبری سبب تشویق ای آقا بشه، پدر میشه کارفرما میشه یا با حرکات با دست خودت خوب تحسینش میکنی با لمس خودت تحسینش میکنی یا ابراز عشق علاقه هم بکنی با این خیلی دوستت دارم خدا بین, زوجین ای... حالا اون در مرحله, مرحله بعده که مثلا در چون مرحله دوم گفتیم ابراز نزولیه تشویق محبت نزولیه با محبت کردن در بعض موارد هست که خب این تشویق کردن و ابراز محبت کردن به وسیله واشگان و امثال اینها اینها در مرتبه سوا واقع میشه یعنی یک حدی آقای تشویق کننده و آقای تشویق،, تشویق شده یا خانم تشویق کننده و آقای تشویق شده اینها در مرحله مرتبه مساوی قرار دارن مثل مثلا محبت کردن و تشویق کردن فرض مثلا خانم نسبت به همسر خودش یا همسر زوج نسبت به زوجه خودش این از درجات در حقیقت محبت کردن و ابراز محبت کردن نسبت به شخص دیگر در مورد ترک منکر یا انجام یک معروف الهیه خب اقسام دیگری هم میتونیم برای ابراز محبت در نظر بگیریم بعضی ها مثبت همون طوری که قبلا گفتیم بعضی ها منفیه خب منفی ها معمولا در مورد منکر به کار میره و مثبت ها در مورد معارف الهی و معروف ها به کار میره خب آثار بسیار بسیار شایان توجه و قابل توجه هم داره هم آثار فیزیکی داره هم آثار روانی داره از نظر جسمی اگر شما نسبت به کسی ابراز محبت میکنی و ای ابزار و تشویق به کار مبری در حقیقت باعث رشد ای شخص رشد مغزی ای و آثار دیگر فیزیکی در جسم ای طرف میشی با ای تشویق کردن و ابراز محبت خودت. یا در موارد دیگر مثلا واکنش های احساسی یعنی لذت را برای این فراهم میکنه وقتی تحسین میکنه شما همسرت را یا فرزندت را یا برعکسش کارفرما کارگرش را تشویق میکنه با ابزار محبت و ابراز محبت یک احساس لذت درونی برای شما به وجود برای طرف به وجود خوی باعث کاهش هرمون های استرس میشه در زندگی انسان استرس ها را کم میکنه بالاخره با یک برخورد مناسب با یک تشویق مناسب با یک ابراز محبت مناسب شما از زندگی خودت از کار خودت از خانه خودت از وظیفه خودت لذت میبری شما ببینید در بین خانه اگر حقیقتا زوج یا زوجه فرق نمیکنه چون قضیه ذات اضافه هست یعنی ابراز محبت دو طرف را لازم داره یک طرفش کسیه و طرف دیگرش کسی دیگره یک طرف زوجه یک طرف دیگرش زوجه هست یک طرف فرزنده طرف دیگرش پدره یک طرف کارگره طرف دیگرش کارفرمایه یعنی چون دو طرف لازم داره اگر از طرف کسی ابراز محبت میشه نسبت به کسی دیگر یک لذت حقیقی به وجود میه که در واقع باعث رشد مغز انسان میشه احساس لذت انسان میشه احساسات عاطفی انسان را بارور میکنه و یک حز بهره نصیبی لذتی از زندگی برای انسان به وجود می آید لذا یک از شیوه های کارآمد تشویق که ابرا، اب، ابزار بسیار مفید هم برای تشویق کردن هست ابراز محبت اح، ابراز احساس عاطفی خوب در دیگران و وجود آوردن این یکی از ابزارهای کارآمده که در اختیار همه ما هم قرار داره پس چرا ما در زندگی های ما در برابر یک عده کسانی که اینها کار خوب میکنن یا کار منفی و بد را ترک میکنن از این ابزار کارآمد استفاده نکنیم تا هم زندگی خودما لذت بخشه و, و به وظیفه خودما ما عمل کرده باشیم و هم دیگرا در قبال یک کاری که شده احساس لذت کنه رشد داشته باشه رشد روانی داشته باشه رشد فیزیکی داشته باشه و احساس خوب در زندگی اینها به وجود بیایم این یکی از ابزار هست ابزار دیگر تشویق عبارت از احترام البته تفاوت بین ابراز محبت گرچه یکی از شاخه های ابراز محبت میتونه احترام باشه اما احترام کردن با ابراز محبت یک فرق بسیار ظریفی داره چون ابراز محبت صفت فاعله یعنی شما در برابر یک کاری که طرف انجام داده او را محبت میکنید او را نوازش میکنید اما احترام صفت منفعله یعنی آقا صفت و خصوصیاتی داشته و کار انجام داده شما این صفاتش را برجسته میکنید این صفاتش را برایش بازگو میکنید اون حریم هایی را که در طرف مقابل شما یعنی شخصی تشویق شده هست او را گرامی میدارید پس بنابراین فرق بین احترام و فرق بین ابراز محبت این مشه که ابراز محبت صفت فاعلیه اما احترام صفت طرف مقابل شماست یعنی صفت آقای کسیه که نسبت به او شما احترام را انجام مدید خب اگر ما بیاییم اشخاص را در برابر کارهای شایسته که انجام داده اون خصوصیاتی را که در وجودش هست بروز بتیم بارورش کنیم و او را مورد احترام قرار بتیم در حقیقت اون حرمت هایی را که در وجود داره ما بازگو کنیم برایش باز هم احساس برتری میکنه احساس لذت میکنه احساس میکنه که کار ما مورد ستودن قرار گرفته ببینید اینجا برای اینکه مطلب ما یک مقداری ریز شوه یک نمونه را خدمت شما و بینندگان عزیز ما عرض مکنم. آقای احمد ابن ابی نصر بزنتی یکی از اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام بود خودش میگه ما واقفی مذهب بودم واقفیه یا واقفه یک گروهی بود که اینها در مورد حضرت موسی بن جعفر به امامتش قائل بود و بعد از حضرت امام کاظم علیه السلام بقیه ائمه را قبول نداشت حالا علتش که چرا این کار شد و ایده قائل به توقف شد خب حالا این خودش مورد بررسی و در جای خودش مورد عنایت قرار گرفته البته واقفیه گروه های دیگر هم بوده چون در بعض موارد مثل توقف به حضرت علی، توقف به حضرت امام زین العابدین، توقف به حضرت امام صادق، امام حسن عسکری و گروه های دیگری هم وجود داره اما اون که ما با طور اطلاق میگیم خاص اراده میکنیم اگر واقفیه را بدون پسوند و پیشوند خاصی ما میگیم منظور ما از کسانی است که نا توقف کردن در حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. السلام و اینها همیشه جزء واقفه ها یا واقفیه ها حالا تعبیرات متفاوت هر هم منظورش یکیه احمد ابن ابی نصر بزنتی میگه من جزء واقفه بودم در مورد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام توقف کرده بودم و قائل به امامت حضرت امام رضا حضرت امام موسی کاظم به بعد نبودم علتش حالا گفتیم که خب در جای خودش مورد بررسی قرار گرفته بعد میگه سوالهایی در ذهن ما پدید می راجع به مسائل امامت و تفکرات دیگری در ابعاد مختلف دینی ما سوالایم را برای حضرت امام رضا نوشتم اما او سوال های اساسی که در ذهنم بود اینا رو یا جرأت نکردم یا فراموش کردم برای حضرت بنویسم حضرت امام رضا علیه السلام در جواب من همون سوال هایی را که من مطرح نکرده بودم برایم پاسخ داد میگه از این قضیه من خیلی خوشم آمد چون حضرت در حقیقت احترام گذاشت برای من و با اون علم امامت خودش پاسخ مسائل مرا بیان کرد یک نامه نوشتم خدمت حضرت امام رضا علیه السلام گفتم آقا جان اگر وقت داشته باشید یک زمان را که در اونجا ستمگرها توجه نکنه اون کسانی که جاسوس ها و اضافه کسانی که در زمان حکومت وجود داشت اینا توجه نکنه یک, نا... یک زمان را مشخص کنید که ما بیایم محضر شما بعد حضرت میگه در زمین پاسخهایی که به من داده بود اون مرکوب خودش را برای ما فرستاد حالا وسیله خودش را برای ما به تعبیر ما البته تعبیر امروزی ماشین خودش را برای ما فرستاد در یک زمانی میگه تقریبا نزدیک شامگاه بود من رفت محضر امام حضرت به من خیلی توجه کرد حضرت مرا خیلی احترام کرد های مرا پاسخ داد اون چرا که در ذهن ما بود برای ما بازگو کرد نماز مغرب و اشار حضرت امرایش خواندیم بعد ببینید نکته که قابل توجه هست احترام چطور انسان را عوض میکنه بعد میگه که نماز را که خواندیم شام را خوردیم برنامه دیگه انجام شد نزدیک خواب شد حضرت دستور داد به غلام خودش گفت برو همون لباس های را که من در میان اون میخوابیدم برای احمد ابن ابی نصر بزنتی بیار تا احمد در این لباس ها بخوابه میگه این توجه امام رضا که از او طرف پاسخ مسائل مرا بیان کرد در امور دینی و برنامه ها از او طرف دیگه مرکوب خودش را برای ما فرستاد و از طرف سوم اونقدر برای مورد احترام قرار داد که این لباس های خواب خودش رو گفت برای احمد ابن عبی نصر بیار وقتی این لباسها ها آورد اینقدر احساس لذت کردم که گویا دنیا در کف دست من متبدل شد از این حرکات احترامگونه حضرت امام رضا علیه السلام و متنبه شد و مستبصر شد اعتقاد پیدا کرد به اندیشه امامت اثنا عشریه و شد یک از اصحاب خاص حضرت امام رضا حالا از نظر وساقتش هم یکی از اصحاب اجماع در علم رجال شناخته شده تو ببینیم یک آدمی که امام را قائل نیست اما مورد احترام امام قرار میگیره این اندیشش فکرش برنامه هایش و زندگیش و حالات روانیش اونقدر با این احترام متبدل میشه که میشه جزء اصحاب خاص حضرت امام رضا علیه السلام این اثر احترام در زندگی انسانه که اگر ما کسی را با احترام کردن مورد تشویق قرار بتیم در روحش در روانش چه بسا البته همگانی نیست زمینه ها هم متفاوته اما در اکثر موارد این تشویق کردن سبب مشک که یک شخصی را ما با احترام کردن متبدلش کنیم و از اون راه کج خودش از اون راه منکر خودش و از اون راهی که معروفی را ترک کرده با یک احترام او را در راه هدایتش کنیم در واقع قدرت موجز آسایی داره احترام و محبتی که به موقع توسط فرصت شناسان انجام شده من از جملات اخیر شما یک جمله به نتیجه رسیدم که فرصت شناسان تشویقگران بسیار قهاری هستند آنهایی که میتانند و میدانند در چه موقع فرصت قنیمت بشمارن محبت کنن احترام کنن شخص مقابل حتی از عقاید خودش هم عقاید باطل خودش هم دست خواهد برداشت مانند محافظ علیه السلام و, و به راه راست هدایت خواهد شد بله اگر ما در زندگی ما این وسیله هایی را که بسیار کارآمد است اگر حقیقتا در جای خودش و ظریفانه ما به کار ببریم با نزاکت های خاصی که هست بین همسر و فرزند بین کارگر و کارفرما بین خدمتتون عرض کنم که اجتماع برادران ما دوستان ما خواهران ما و از ای ابزار برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم چی بسا در موارد میتونیم ما با ای تشویق کردن و با ای ابزار مناسب شخص را از منکر جلوگیری کنیم و معروف ها را ترویج کنیم معروف ها را استمرار ببخشیم و تشویق کنیم اشخاص را برای انجام معروف های الهی استاد یکی از بارسترین نمونه های اثر تشویق در افراد روابطی است که بین شاگرد و استاد هست بین معلم و شاگرد در واقع من فکر می هر دو گزینه که هر زتالی اشاره فرمودین هم محبت هم احترام در این رابطه معجزه میکنه استاد بله, شک شکی نیست شکی نیست مخصوصا نسبت به تربیت کودک خب تشویق کردن با این ابزارها شما یک دفعه مثلا فرض کنید بچه تنبل درس نخوانره دست محکم روی سرش بکشید در انجام یک وظیفه که به عهدش بوده در درس در تربیت و امثال اینها ببینید این چقدر اگر بجا باشه اگر مناسب باشه و اگر ما اون شیوه های تربیتی را حقیقتا به کار ببریم این تشویق میشه برای انجام دادن و فعالیت های بیشتر در زندگی خودش در درس خودش در تربیت و اخلاق خودش در بین خانم همیتوریه این یک مورد است بله استاد ما سه دقیقه از بخش اول برنامه زمان داریم در خدمت شما هست خدمتتون عرض کنم شوه دیگر اینم در حقیقت نوع ابراز محبت و احترام دعا کردن است آقای کار را انجام داده خانم کار را انجام داده ما ایراد دعا میکنیم دعای از تای قلب یک رضایتی را در طرف ایجاد میکنه همانطوری که ما در آیات الهی داریم خوز من اموالهم صدقتا در آیه مبارکه قرآن هست که از کسانی که زکات میگیری اینها را برای تسکیه و تطهیرشان سل علیهم برای اینها دعا کن برای اینها دعا کن ان صلاتک سکن لهم در سوره مبارکه توبه آیه 103 که خب یک آیه معروف هم هست سفارش میکنه و پیغمبر میگه اگر شما از کسان زکات میگیری اینها رو مورد تشویق قرار بده این تشویق کردن شما با یک دعا کردن با صلی علیهم با دعا کردن شما باعث سکونت و آرامش او طرف میشه و رضایت از و و رضایت قلبی در... روحی و روانی از طرف مقابل لذا ببینید مسئله دعا کردن یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در مورد تشویق کردن دیگران در افعال معروف و در ترک منکر کسی نماز نمیخوندک ما حالا میگیم خدا پدر مادرت بیا مرزا نماز رو خوندی یا بخوان یا دعا میکنیم در حقش ببینید این چقدر باعث تشویقش میشه و باعث میشه که این طرف در حقیقت از اون ترک منکر دست بکشه ده. اگر شخص انسانی باشه که بالاخره ظرفیت و قابلیت رو داشته باشه بعض موارد البته هست که خب بعضی انسان ها قلبش مثل سنگ میمونه این دیگه قابل هدایت نیست خب پاداش های مادی هم یکی از مواردیه یک. که خب حالا این خودش یک بحث بسیار مستقل داره ما پول در اختیار کسی بگذاریم در قبال مثلا انجام معروف یا ترک منکر یا برنامه های دیگر مادی لباس در اختیارش بگذاریم کلا در اختیارش بگذاریم در مورد فوتبال توپ در اختیارش بگذاریم بالاخره اینها از موارد ابزارهای کارآمد برای تشویق کردن که باید به باشه مخصوصا در مورد پاداش های مادی باید خیلی ما دقت کنیم مواردش موارد خاصیه در هر جا نباید این کار را کنیم تا طرف را شرطی نکنیم با اون علوم تربیتی که خب بحثایی در موردش وجود داره و انشالله خصوصیات دیگری که در این مورد باید روایت شده بسیار تشکر استاد بزرگوارم جناب استاد رزوی انشاءالله در بخش دوم در خدمت شما خواهیم در خدمت شما عزیزان همکار بنده دعای سلامتی و فرج آقای مامزمان آمده آماده کردن با گوش جان همه ما میشنویم و انشالله بعد از فرصتی کوتاه و فاصله کوتاه که بین ما و شما خواهد افتاد در خدمت شما خواهیم بود بخش الدوم ببقتي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك نگی کردن مهم است خدا را بندگی کردن مهم است چه مدت زندگی کردن مهم نیست چگونه زندگی کردن مهم است دلا این زندگی جز یک سفر نیست گذرگاه است و راهش بی خطر نیست چه خواهی با صفا باشی و صادق و جز راه خدا راه دیگر نیست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام احترام و خوش مجدد خدمت یکایی که شما عزیزان بیننده در بخش دوم به وقت بیداری در خدمت شما عزیزان هستیم در همین ابتدای بخش دوم با کسب اجازه از محضر استاد عزیزم جناب آجاقی رزوی من پول ارتباطی را اعلام بکنم. بهترین فرصت هست تا چند شماره هم از شما بزرگواران بخانیم و تشکر بکنیم از ارتباطی که با برنامه خودتان داشتیم. نمبر مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی دو طرفه مستقیم و 24 ساعته شما با برنامه خودتان هست. میتانین در این برنامه شراکت داشته باشین با پیام های بسیار زیبای خودتان پیام های سازنده انتقاد هایی که از ما میکنین تشکری هایی که از کارشناسان محترم دارین و خسته نباشید هایی که به همکاران تکنیکی ما دارین خدا خیرتون بده مثبت 93 72 شماره آخر 52 34 بزرگواری از کشور عزیزمان افغانستان با برنامه خودشان با واتساپ برنامه در ارتباط بودند سوالی داشتند که این سوال کارشناس محترم ما به خصوصیشان جواب دادند Uh, عزیز دل ما مثبت 93 74 چهار شماره آخر 56 97 uh, از کشور عزیز افغانستان با واتساپ برنامه در ارتباط بودن سوالی داشتن تشکری داشتن خدا خیرتان بده ما هم از همینجا برای شما روزی سلامتی داریم و همچنین مثبت 93 74 چهار شماره آخر 29 صفر از عزیز دل دیگری ما از افغانستان خدا خیرتان بده همه شما عزیزانی که با برنامه در ارتباط هستیم با نگاه مهربان خودتان و با پیامهای های دلگرم کننده ایتان که به برنامه روان میکنیم در بخش دوم همچنان در محضر استاد ارجمند خودم جناب استاد رزوی هستیم با بحث تشویق استاد سلام علیکم سلام علیکم مجددا خسته از خدمت شما و در ادامه بحث خدمت شما هستیم مجددا عرض سلام دارم به همه بینندگان عزیز در ادامه بحث تشویق نحوه اجرا و چگونگی اجرای تشویق را محضر شما و بینندگان عزیز عرض میکنیم که ما باید چه رقم دیگرا را مورد تشویق قرار چون اگر این تشویق ما بخوایم کارآمد باشه حتما ما باید با نحوه اجرا و چگونگی اجرای تشویق بسیار دقت کنیم و الا نه تنها تشویق ما کارآمد نخواهد بود که غیر سازنده و مخرب هم واقع میشه یکی از شرایطش اینه که ما با هر کس مناسب با شخص خود اون شخص باید تشویق را به مرحله اجرا بگذاریم مثلا شما فرض بفرمایید نحوه اجرای تشویق یک پدر نسبت به فرزندش تا نحوه اجرای همین شخص نسبت به همسرش و کارگرش باید کاملا متفاوت باشه در مورد فرزند ما باید یک مقداری با مدیریت خاصی ابراز تشویق کنیم تا ای تشویق ما اثرگذار باشه اما در مورد همسر باید در ضمن احراز این مدیریت ما باید اون لحاظ عاطفی و احساسی را هم در نظر داشته باشیم تا ای بنده خدا از کار خودش از برنامه خودش نه تنها مورد تشویق قرار نگیره که پشیمان شود یا اگر شما میخواید مثلا کارگر رو تشویق میکنید و مورد تشویق قرار مدید باید این نحوه اجرای این ابزار شما و تشویق شما کیفیتش و چگونگیش و کیفیتی باشه که در این کارگر مؤثر شود خب تشویقی که شما نسبت به همسرت مکردی اگر به این بند خدا بکنید که دیگه خیلی کار خراب بشه یا اون تشویق را که نسبت به فرزندت مکردی با یک نفر کارگر شما مورد لحاظ قرار بته این اصلا اثرگذار نیست لذا یکی از چگونگی و کیفیت لحاظ تشویق اینه که ما هر شخصی را متناسب با شخصیت خود اون شخص مورد تشویق قرار بتیم اگه کارو نکنیم چی تفوق میفته برعکس عکس العمل خوب مناسب نداره این تشویق کردن ما شاید مخرب باشه مخرب باشه شاید مخرب در واقع باشه. تشویق نمیکنیم تخریب نمیکنیم نمی تخریب میکنیم. بلد. و چی به اثر باشه اصلا اثری نداره ام. مثلا شما فرض بفرمایید اون تشویقی را که نسبت به کارگر مکردید نسبت به همسر خودت بکنی اینجا جوابگو نیست که لذا حضرت علی علیه السلام در اون پیام خودش به مالک اشتر این دستور رفتار متناسب با هر شخص را بسیار مورد توجه قرار میده از این نکته ما به اهمیت رعایت تناسب اشخاص در قضیه تشویق پی بریم برای که خب حضرت علی با اون میزان اطلاعات دقیق و علمی و اثرگذار خودش اگر این قضیه را مناسب نمیدانست اصلا بیان نمیکرد با اون پیام با اهمیتش که متن تاریخی داره و در حقیقت فرمانش به مالک اشتره حضرت میفرماید ولا یکونن المحسن و عندك اندکه به منزلت سوا و الزم کلم منهم ما ألزم نفسه میگه وقتی شما تشویق میکنی در مورد معروف ها یک نهو باشه در مورد منکرها و کیفیت دیگر باشه اما در این تناسب شما حتما شخص رو باید در نظر داشته باشی الزم کلا منهم ما الزمه نفسه میگه این شخص ببین چه کاری انجام داده تا در برابر این شخص اون تشویق شما و کیفیت مناسب با عمل خود این شخص باشه نه چیزهای دیگه کارهای دیگه برنامه های دیگه و از این ما به یک نکته میرسیم که حتما ما باید اشخاص را که مورد تشویق قرار متیم به خود اون شخص توجه کنیم که کی هست و طرف مقابل ما کیست مطلب دیگر اینه که حتما در تشویق ما ما به شخصیت طرف اشاره کنیم نه به نفس خودی ای آقا به تعبیر مناسبتر ما در قبال رفتار که این آقا توجه کرده و اون را انجام داده حالا در بعد بعد م... معروف بوده در بعد منکر بوده ما به رفتار این آقا توجه کنیم به کار این آقا توجه کنیم و شخصیتش را مورد لطمه قرار نتیم یا مورد تشویق قرار نتیم مثلا شما فرض بفرمایید ای آقا آمده درس خوانده در امور تربیتی و کلاسداری ای آقا درس خوانده ببینید اینجا شما ای را مورد تشویق قرار متید باید حتما لحاظ این درس خواندن را شما بکنید بگید آفرین پسر خوبم دختر خوبم شما که درس خواندی این باعث پیشرفتیت میشه ای تشویق کردنه اما شخصیتش چی کاری به شخصیتش نداشته باشید بالاخره نگید که به به شما سردار عالمی خب اینجا یک احساس کاذب در ای به وجود میایه چون شما شخصیتش رو مورد توجه قرار دادید یا در موارد دیگر اگر منکر انجام داد نماز نخواند بگید پسر خوبم شما اگر نماز بخوانی کار خوب میکنی تشویقش کن در این عمل و رفتارش اما اگر بگی بابا تو شیطان شدی خب این دیگه از زندگی کلا معیوس میشه چون شما شخصیتش رو مورد لحاظ قرار دادی و این شخصیت را آمدی خوردش کردی دیگه اعتماد به نفسش از نظر دینی کاملا تخریب میشه و حتی عقده های زشت در ذهنش و روانش به میه میگه خب مکه شیطانی میگه نماز خواندن چه فایده داره ببین اینجا تشویق اگر به شخصیت تعلق بگیره چی در مورد معروف ها چی در مورد منکر سرزنش تشویقی باشه یا تشویق مثبت در مورد انجام معروف باشه حتما باید به اون رفتار مناسب با عمل این شخص تعلق بگیره نه به شخصیت خودش ما لطمه به شخصیت کس نزنیم هم در مورد معروف ها تا یک شخصیت کاذب در طرف به وجود نیاید هم در مورد منکرها چون اگر این کار را کنیم شخصیت ای تخریب میشه اعتماد به نفسش از بین میره و عقده های مخرب در ذهنش به وجود می همو کاری که خداوند متعال کرده ان الله سبحانه وضع از ثواب علا تاعته ببینید خداوند متعال ثواب و پاداش را بر تاعت و پیروی کردن از قوانین خودش و دین خودش قرار داده کار به شخصیت شما نداره سفید باشی سیاه رنگ باشی و رنگ های متفاوت دیگر داشته باشی قد قو... باشی قد باشی زن باشی مرد باشی فرزند باشی پدر باشی یعنی کار به شخصیت نداره وضع از ثواب علا طاقته و العقاب علا معصیته عقاب هم همینطوریه اون پاداش بد و گناه و آثار اعمال زشت هم بر معصیت خدا تعلق گرفتند اگر من طلبه اشتباه کنم یا اون رئیس مملکت اشتباه کنه یا اون قاضی و حاکم شهر اشتباه کنه یا اون فرزند و همسر اشتباه کنه کارگر و کارفرما اشتباه کنه ما به شخصیتش نداریم کار بلکه باید ما اون تشویق ها را اقابه های تشویقی را بر اعمال این شخص که عبارت از اون معصیت کردن گناه کردن و اون منکرات قرار بتیم تا باز هم شخصیتش تخریب نشه در روایتی که باز هم در ادامه اون پیام حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر هست میفرماید ثم اعرف لکل امر منهم ما ابلا ولا یقصرن بهی دون بلائه میگه هر کسی را هر کسی را به شخصیتش کار نداشته باش بلکه اون کاری را که انجام داده در برابر اون کارش او را مورد تشویق یا ملامت قرار بده این یکی از خصوصیات و چگونگی اجرای تشویقه نکته دیگرش اینه که ما از افراد و تفریط دوری کنیم این خیلی قضیه مهمه در تشویق ما همون طوری که عرض کردیم بعضیها ها با یک کار مورد پسند خودش حالا مورد پسند عاطفی یا شخصی یا دینی یا اخلاقی یا هر چی که هست منزلت طرف را اونقدر بالا ببره که ایره قایم مقام نعوذ بالله پیغمبر و جانشین ائمه قرار مته یا برعکس همانطوری که مثال زدیم بعضیا با یک کار زشت اونقدر طرف را میکوبه که دیگه بنده خدا از اسفل و سافلین هم دورتر مره این افراط تفریط در تشویق کردن نه تنها باعث تربیت درست و تشویق مناسب نیست و ابزار کارآمد برای هدایت اشخاص نیست بلکه یک آثار بسیار زشتی را در طبعات خودش به دنبال داره لذا حضرت میفرماید حضرت علی از سنا به اکثر من الاستحقاق ملق اگر شما کسی را سنا بگی توصیفش کنی به بیشتر از اون استحقاقی که داره یک نوع تملق و چاپلوسی در برابر این شخص یعنی شما هم خود تا خورد کردی همین شخصیت رو اونقدر بالا بردی که دیگه راه ها برایش بسته نمشه تا هر جا که دلش بخواه میره خب اعتماد به نفس کاذب در وجودش بارور میشه در واقع دوچار یک نوع توهم میشه توهم خیالی میشه من... توهم روانی میشه بله بله و تقصیر عن الاستحقاق عیون او حسد اما اگر شما تفرید کنی افراد کنی کوتاهی کنی تقصیر داشته باشی از اون حقی که ای آقا در برابرش باید داشته باشه این باعث درماندگی یا حسد مشه یعنی در حقیقت ای آقا یک اخلاقی داشته شما آمدی چیکار کردی کوتاهی کردی از تشویق کردن مناسب در برابر این عملش میگه ای یا برخواسته از درماندگی شما بالاخره روش تربیت رو بلد نبودی یا نسبت به اون شخص حسد ورزیدی لذا افراد تفرید کردی کوتاهی کردی در برابر این تشویق کردن و نتیجه اینه که یکی از روش های قشنگ تشویق و مناسب تشویق و چگونگی و کیفیت تشویق اینه که تشویق ما بدور از افراد و تفرید باشه خب همراه با کشف استعداد باشه رشوه تلقی نشه ذکر علت تشویق یکی از جهات بسیار مهم است وقتی ما در قبال یک کار کسی را میایم تشویق میکنیم حتما باید علتش را در نظر بگیریم بگیم آقا خانم برادر خواهر فرزند عزیزم پسرم دخترم کارگرم کار فرمایم من به خاطر این عمل حالا این تلویحیه یعنی لازم نیست که شما مثلا فرض کنید بگید که آقا من این کار رو میکنم یعنی شما بیایید چیکار کنید در قبال اون کار که انجام گرفته علت را در حقیقت برای او تلویحی اشاره کنید بگید در قبال این کار شما من شما را مورد تشویق قرار گرفتید خب هدف هدایت باشه یکی از نکات بسیار مهم است حالا هدایت یا هدایت حقیقی در برابر دین الهی احکام الهی پایبندی و مصالح دینی اخلاق اسلامی رفتار پیغمبر سیره پیغمبر سیره پیشوایان دینی ما یا اینکه هدایت هدایت اخلاقی باشه هدایت عاطفی باشه هدایت تربیتی و تعلیمی باشه و نکته بسیار مهم در چگونگی تربیت مخصوصا در خانه و خانواده عدم تبعیز وقتی شما بین بچه های خودتان ابزار تشویق را استفاده میکنید اگر نسبت به دختر این ابزار را استفاده کردید نسبت به پسر هم همین ابزار را به کار ببرید یا اگر نسبت به فرزند کوچکتر این ابزار را استفاده کردید و او را تشویق کردید در قبال یک کار حتما و بزرگتر هم همین رو باید چیکار کنید اجرا کنید و الا یک تیفی و سه طبقاتی در بین فرزندان شما خانواده شما و بچه های شما بروز میکنند که دیگه اینها نسبت به هم دیگه ابراز خشونت میکنن اقده های روانی به وجود میایه و بالاخره چیزای دیگری که اینها در حقیقت اخلاق مناسب و رفتار مناسب در خانواده نیست استاد عزیز تشکر میکنیم از شما ما حدوداً چهار دقیقه از برنامه امشب هنوز فرصت داریم و از شما میخواهیم که حتما کمی در مورد آثار تشویق برای ما گپ بزنین و انشالله ما از شما باز هم یاد بگیریم و میخواییم انشالله امشب حسن خطابی داشته باشیم بر بحث تشویق انشاءالله خدمت شما هست خدمت تا کنم که آثار تشویق خیلی زیاد است ما بعضی در خلال مباسم اشاره کردیم یکی از اینها بخشیه احساس رضایت از کارهای اعتماد به نفس وجود آوردن است شکوفایی استعداد هاست احیاء شخصیت و ارزشمندی شخصیت و یک پاسخ فطری در برابر خاص انسان دیگر هست. و در حقیقت عامل جبران کمبودها و تکمیل و تصحیح آموزش و اخلاقه که با این کار ما میتونیم جهت های اشخاص را کاملا با تشویق مناسب تغییر بتیم یک نمونه را بسیار مختصر خدمت شما و بینندگان عزیز ارز میکنم سعسعت ابن سوحان عبدی کوفی یکی از شاگردان حضرت علی علیه السلام, و السلام حضرت به ایادتش رفت و رفتار محبت آمیز علی علیه السلام و سلام احترام حضرت به این صحابی گرامی خودش موجب شد که یک شخصیت بسیار بسیار مستحکم در سعزایت ابن سوحان رشد کنه در سه جنگ حضرت علی یا به تعبیر ابن هشام و امثال اینها میگه در همه جهادهای حضرت علی ای با شخصیت نافذ خودش شرکت کرد حضرت علی وقتی رفت در عیادت ای یک ابراز محبت لطیف بسیار کرد گفت تا زمانه که من میدانم و تو را میشناسم تو حسن المعونه و خفیف المعونه بودی یعنی یار حضرت علی در نکویه ها بودی و خیلی خرجم برای علی نداشتی ببینید این قضیه یک تیف خاصی از استحکام و نیرومندی و اعتماد به نفس و دوستی ولایت را در سعزه به وجود آورد که تا آخرین لحظات زندگی خودش در جنگ ها شرکت کرد دفاع از حق اهل بیت را انجام داد و مورد اعتماد حضرت علی علیه السلام بود این شخصیت اونقدر با احترام علی و تشویق های علی استحکام پیدا کرد که وقتی حضرت علی از دنیا رفت آمد سر قبرش یک دستش رو روی قلب خودش گذاشت با دست دیگرش خاک را روی سر خودش مرخت عشق مرخت و دیگرانی که در کنارش بود عشق مرختند شروع کرد به جزئیات و خصوصیات صفات حضرت علی علیه السلام و این نبود جز در سایه تشویقها ملاطفت ابراز محبت و احترام علی علیه السلام, و السلام که در این اصحاب کرامش مثل سعسه سع و مثل اسب ابن نباته که در حقیقت نظیر این آقا بود وجود داشت بسیار تشکر استاد عجمد استاد برنامه این ما به پایان میبریم با اجازه شما خدا خیرتان در این دو جلسه از تشویق بسیار نکات دقیق و آموزنده از شما یاد گرفتیم انشاءالله که بتانیم در چهارشنبه های بعدی هم همچنان بنده و عزیزان در خانه هم همراه ما باشن و انشالله از منبر رو از معارفی که انشالله شما بر ما سوقات میارین استفاده بکنید سلامت خدا خیلی, خیلی. تنید است از شما عزیزان بیننده هم خدا حفظی میکنیم انشالله که هر جا هستید صحتمند باشید برای همدیگه دعای خیر داشته باشیم و انشالله به پایان میبریم با ذکر سلامات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه